دیداری که آقای رئیس جمهور داشت در نوع خودش در بین تمام رؤسای جمهوری که ما تا حالا داشتیم یک شیوه منحصر به فرد و به نظرم شیوه خیلی خوبی هم بود. خب بازدیده خیلی خوب بود، اما بستوراتی که صادر میشه به نظر من موارد لازم بود، دستورات لازم، اما کافی نبود. اصلا اساسا به خاطر اینکه ما قائل به این نیستیم که تمام مشکلات صنعت خودرو از داخل خود صنعت و از داخل خود ایران خودرو خود سایپا حل خواهد شد، در مرحله و گام‌های بعدی است که خود صنعت یا ایران خودرو، شرکت ایران خودرو و سایپا وارد عمل میشه. و صنعت خودروی ما متاسفانه تحت تاثیر مافیایی که خود آقای رئیس جمهور هم اشاره داشتن در صحبت هاشون، یعنی از اینکه مافیایی وجود داره هیچ کس انکار نمیکنه. و ما خودمون قبلا اوایلی که در مجلس نهم وارد تحقیق تفحص شدیم خیلی موافق این به کار بردن این کلمه نبودیم، بی مورد بزرگش نکنیم و نیازی نیست ما از این کلمات این چنینی استفاده کنیم. بالاخره هر جایی ممکنه مشکلی داشته باشه و آسیبی داشته باشه، اما متاسفانه وقتی وارد آسیب ها و گزارش گیری ها و مسائل اساسی شدیم اونجا، هر چی رفتیم جلو دیدیم که نه، واقعا اون مافیا به معنای واقعی هم در گزارشات ما و مستندات ما و هم در ذهن ما شکل گرفت و امروز دیگه هیچ کی نمیدونه انکار کنه. خب از بین بردن مافیایی که از بیرون در حقیقت احاطه به صنعت داره نمیشه از درون صنعت حلش کرد. این باید در از بدنه دولت شروع بشه و اون زیر ساخت ها، اون تغییرات اصلی، تحول اصلی اتفاق بیفته و بعد بیاد آثارش رو در درون صنعت، توی ایران خودرو، توی سایپا انسان ببینه. و اونجاست که تازه ایران خودرو و سایپا وارد عمل میشن. ولذا این دستورها دستورهای خوبی بود و لازم بود، ولی قطعا کافی نبود و اون نتیجه‌ای که مردم انتظار دارند و خود آقای رئیس جمهور احیانا با یک هدف خوبی این دستورات رو صادر کردن و به اون هدف نخواهد رسید.